یکی از سختیایی که کار ما داره قسمت روحیشه. من خب مریضی داشتم که بسیار سرحال بوده، هفته بعدش اومدم دیدم فوت کرده به خاطر بیماری که مبتلا به کووید شده بود. کارهایی که توی بیمارستان رو با مریضا در ارتباط هستین، دقتتون باید زیاد باشه و نمیتونین برین توی اون دنیایی برای خودتون ایجاد کنین و توی اون دنیا باشین. سلام، من نیلوفر هستم، پرستارم و توی ونکوور کانادا ساکن هستم و بعد از یه مدتی که توی اورژانس کار میکردم تصمیم گرفتم که بیام بخشی که افراد سالمند هستن و از همین جا خسته نباشید میگم به همه همکارای عزیزم توی کشورهای دیگه. شب قراره 12 ساعت کار باشم، شیفت دارم و مادم یه ساعتی با نیلا بزنیم بیرون، بریم، میخوایم بریم اون بالای کوه انرژی بگیریم تا آماده بشیم. ساعت 6:20 عصر، یه 20 دقیقه دیگه باید خونه بزنم بیرون. اینجا الان دارم یه شام و نهار، دیگه نمیدونم وقتی شیفتی کار میکنی خیلی وقتا نمیدونی الان این چیزی که داری میخوری شامه، نهاره، صبحونه است، ولی یه غذای سبکی میزنم که کتلت و سالاد و قهوه‌مون هم آماده بشه که شب گرسنه‌مون نشه که بریم که کار کنیم 12 ساعت شیفت شب. Oh, we got pink mask. Pink. Where's my goggle? Are you looking it's right here. Okay. Let's get ready. Go, go, go. الان ساعت 11 شب، مریضا تقریبا خوابیدن و حالا باید بشینیم تمام چیزایی که دکترها نوشتن، تمام پرونده ها، همه چیز رو چک کنیم برای صبح و تمام داروها رو، همه چیزا. دوستا مریضامون هم حالش بده که خب مدام اونا رو چک میکنیم. خب الان ساعت 3 شبه، تمام که یه ساعتی بخوام. خوشحالم از اینکه ماسکوایی نکنم، به چیز رو در بردم. فکر میکنم این 12 ساعت وقتی که مجبوریم ماسک و این چیزا رو بذاریم رو صورتمون، بنده 24 ساعت میگذره، بیشتر آدم رو خسته میکنه به خاطر کمبود اکسیژن و حمل کردن چیزای اضافی. خیلی ها عزیزاشون در حال فوت کردن، روز آخرشون نمیتونن کنارشون باشن، یا خیلی از مریضایی که آلزایمر دارن، فراموشی دارن، نمیتونن درست متوجه بشن که خب شرایط چیه. من مریضی دارم که هر روز گریه میکنه، با خانوادش صحبت میکنه، داد بیداد میکنه که باید بیان دنبالش که برن خونه. کلن میگم شرایط دوران کرونا برای همه سخته، برای کسی نیست که بگه آسونه. و خب امیدوارم که فقط زودتر بگذره و همه دوباره برگردن به زندگی نرمالشون. ساعت 7 شیفتمون تموم شده که از همکارا برام صحبتی جدید بود دیگه. هر دم از این باغ بری میرسد، این ماسکا رو که میذاریم گوشامون اذیت میکنه، اینو آورده که بزنیم گوشامون اذیت. بریم خونه بخوابیم. ساعت 5:30 عصر، از خواب بلند میشم که یه قهوه بخورم و سعیم رو ببرم و برم که شیفت شبم. یه روزایی مثل امروز خیلی سخت کار کردم، ولی خب باید بتونیم کار کنیم که از بقیه زندگیمون لذت ببریم. بارونیه، ما همچنان به دنبال یه والنتیر میگردیم که بیاد ما رو با کاردکش از تخت جدا کنه. ساعت 3:04 عصر، دیشبم شیفت بودم، دو شب پشت سرم شیفت شب بودم، دارم کم کم بیدار میشم. با دختر خانومم برنامه گذاشتیم که ببینیم چه کارهایی بکنیم که خستگی این چند روز سر بیاد. لباسا رو شستم، باید جا بدم، لباسای کارمه.
یکی از سختیایی که کار ما داره، البته همه کارا سخته، نمیخوام بگم فقط پرستاری، هر کاری قطعا سختی خودشو داره، ولی تو کار ما قسمت روحیشه. من خب مریضی داشتم که بسیار سرحال بوده، هفته بعدش اومدم دیدم فوت کرده به خاطر بیماری که مبتلا به کووید شده بود. ولی از طرفی مثلا مریضم خانم ایرانی بوده، هر دفعه وارد می شدم قربون صدقم می رفته، دعوتم کرده که برم خونهش غذای گیلانی برام درست کنه. خب یه سری چیزایی هم هست از اون و بهت انرژی می ده. موزیک بندری اول شیفت برای تشویق کسی که کار میکنه. حالا که من که قرار دارم چجور برم شیفت رو شروع کنم؟ شرایط کرونا برای همه سخته. من خودم برای خودم سعی میکنم انگیزه های ایجاد کنم، انگیزه های کوچیک و دستیافتنی. مثلا الان انگیزم این بوده که بیدارشم این کلوچه ایرانی رو بزنم با کافی و روزم رو شروع کنم. که تعطیلم و حس میکنم خستگی این چهار پنج روزی که شیفت بودم هنوز توی بدنم، هنوز به اون حالت نرمال برنگشتم. کارهای دیگه، مثلا شما اگر چند توی زندگی خودتون حال و حوصله خوبی نداشته باشین، ممکنه بتونید برین سر کار، برای توی دفتر یه جای کار میکنین، توی دنیای خودتونین، آدمای بیرون خیلی باهاتون کار ندارن. ولی کارهایی که توی بیمارستان و با مریضا در ارتباط هستین، نمیتونین توی دنیای خودتون باشین. یک حواستون باید کامل سر کار باشه، به خاطر دارو، به خاطر اشتباه پزشکی، به خاطر چیزایی که دقتتون باید زیاد باشه و نمیتونین برین توی اون دنیایی برای خودتون ایجاد کنین و توی اون دنیا باشین و بقیه همه به شما نیاز دارن، به خودتون، به حواستون و به روحیه مثبتتون. اینه که الان دو شرخمو بار زدم، سگم هم توی ماشینه، از اون پشت داره نگاه میکنه، میخواییم بریم که بریم دو شرخ سواری کنیم که یه ذره انرژی بگیریم که دوباره باید برگردیم. چهار روز با ماسک و روپوش اضافی و عینک اضافی و همه اینا شیفت 12 ساعت همون رو انجام بدیم. ساعت 6:30 صبح میرم که برای اولین شیفت روزم رو شروع کنم. ساکن نهارمه، ابر ریحونای عزیز دل و نون و پنیر و یک عالمه چای. دیگه نزدیک به آخره شیفت میشم، یه یک ساعت دیگه مونده که شیفتم تموم بشه. یکی از مریضام که بعد حاله داره منتقل میشه یه بیمارستان دیگه برای جراحی و روز بسیار بسیار پرکاری رو داشتم. الان فکر میکنم به چیزایی که بتونه به هم انرژی بده که این یک ساعت رو ادامه بدم، مثل مریضی که آقای ایرانی بسیار بسیار گل دوست داشتنی که به من گفت شما مثل دخترمی و امروز چند بار با خانوادهشون پای تلفن صحبت کردم. یه مرحله عصبانی شده بود از دست کارمندای آزمایشگاه، آرومش کردم بعد و تقریبا الان خیلی وقته که برامون از رستوران‌های مختلف غذا میارن، مثلا قهوه میارن، شیرینی میارن. الان دارم میرم که شام بخورم با انرژی برگردم که اون یک ساعت آخر رو تموم کنم، مریضم رو منتقل کنم بیمارستان دیگه و بعد برم خونه. برو بگیر چوبت کو این ماشینه. با حیوانا و با طبیعت و اینا خیلی انرژی میگیرم. سعی میکنم روزایی که تعطیل هستم مثل امروز صبح بلند شدم و اومدم که آماده بشم برای روزای شیفتای سخت کرونایی دوباره. و از همینجا به همه بچه‌هایی که الان دارن که کادر پزشکی و بیمارستان کار میکنن شرایط سخت، حتما بهشون توصیه میکنم که یه فعالیتی، یه چیزی در نظر بگیرن که اون روزایی که تعطیل هستن، ساعت تعطیلی که دارن، بهشون انرژی بده که بتونن دوباره اون سختی کار رو تحمل کنن. و از همینجا بهشون خسته نباشید میگم.